بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. کوچه ایرانیان. جدا ایرانی‌ها میان اینجا یعنی عوض میشن، یعنی دیگه اگر اون غیرتی که تو ایران داشتن نسبت به ناموسشون رو از بین میره بماند و و و و. با درود فراوان به شما تماشاگر برنامه کوچه ایرانیان در تلویزیون جهانی ایران فردا هستید. از ایمیل ها و محبت های شما نسبت به این برنامه بسیار سپاسگزارم و سعی میکنم که در طی برنامه پاسخگوی سوال های شما باشم. همانطور که مطلعید، یک شنبه 8 ماه مارچ مصادف است با روز جهانی زن. تا آنجایی که من میدانم روز جهانی مرد وجود ندارد. شاید به علت این است که خواهی نخواهی مردها خیلی بیشتر از زنها از امکانات اجتماعی برخوردارند و باید قبول کنیم که به هر حال همیشه مردها در سطح جهانی از حق و حقوق بیشتری برخوردار بودند، مخصوصا در کشورهای جهان سوم که ما زاده آنجاییم. آن چیزی که اکنون برای ما اهمیت دارد موقعیت زن ایرانی در رابطه با کوچ بزرگ ایرانیان است. از آنجایی که ما اختصاصا به مسائل کوچ ایرانیان میپردازیم، سعی بر این داریم که از زوایای مختلف این درد غربت و مهاجرت اجباری را مورد بررسی قرار دهیم. طی این سالها جامعه ایرانی غربت گزیده با انواع مسائل پیش بینی نشده دست و پنجه نرم کرده است و نتیجهش سامان یافتن قشر گسترده از ایرانیان در کشورهای خارج است. هفته گذشته شما با دیدگاه خانم دکتر نیره توحیدی، جامعه شناس و استاد دانشگاه آشنا شدید و امروز هم آخرین قسمت آن از نظر شما خواهد گذشت. ولی قبل از آن اجازه دهید که پای صحبت یک هموطنی دیگری بنشینیم که مانند من و شما کشور را ترک کرده ولی نمیخواهد که به طیف کوچ کنندگان بپیوندد. امروز روز جهانی زن است و جا دارد که ما پای درد دل این هموطنمان بنشینیم. من سعی میکنم به مناسبت روز جهانی زن قسمتی از این مصاحبه اختصاصی را امروز به نمایش بگذارم و در قسمت دیگر و فرصت دیگر مصاحبه کامل خانم شهره را شاهد خواهید بود. اما قبل از پخش این مصاحبه دیدنی خواهش میکنم که کودکان و جوانان زیر 18 سال را از مقابل تلویزیون خودتان دور کنید، زیرا شهره این هموطن من و شما نه تحصیل کرده کشورهای غربی است و نه دانشگاه رفته ایران است، بلکه دختر جوانی است که به دلایل شخصی خودش ایران را ترک کرده است. به چه دلیل اومدی استانبول؟ واسه گردش. واسه گردش. یکی هم واسه کنجکاوی داستش. چه چیزی کنجکاوی تو رو جلب میکرد؟ چون اکثرا تقاضای پاسپورت میکنن، یعنی تقاضای پاسپورت زیاد شده تو ایران. وقتی از هر کسی هم سوال میکنی که کجا میخوای بری؟ استانبول. من خودم استانبول میبینم چه خبریه، برم ببینم. خب چطور میبینی استانبول؟ خیلی مزخرف. چه چیزش مزخرف؟ همش، محیطش کثیف، آدماش. فرهنگ ندادن بیشتر از ما، کمتر از ما فرهنگ ندادن. جدا فرهنگشون کمتر از ما؟ خیلی. ولی چطوری که الان یه عده زیادی از دختر و زنهای ایرانی اینجا راحت دارن زندگی میکنن؟ به خاطر اینکه این آزادی تو ایران نیست. فکر میکنی اینجا به خاطر اینکه آدم میتونه سر بنه رابره یه قدی آزادتره؟ خانم‌ها اینجوری اکثرا اینجوری فکر میکنن، یه مقدار مشروب بخورن و دیسکو برن، کاباره برن، یعنی اگر سر برهنه برن. این آزادی خانم‌هاست. وگرنه اگه این چیزا نباشه همون ایران راحت‌تر میتونه زندگی کنه. نظر من این گرونی که اینجا هست تو ایران هم هست، اینجا بیشتر از ایران تا یه حدی، فقط از لحاظ پوشاک مقدار ارزان‌تر از ایران. دیگه چه چیزی دیگه تو رو میکشه از تهران بلندش بینجا؟ اهل تهران هستی دیگه؟ بله.
چه چیزی دیگه تو رو کشیده از تهران بیای اینجا؟ یکی هم به خاطر مسائل خانوادگی. گفتم آره تعهد کنم. اومدم اینجا دیدم نه نمیتونم تعهدش کنم. بعد برگردم. من با یه خانمی صحبت میکردم و گفت پولی که داشت فقط کفاف و یک ماه زندگیشو داد. بعد دیگه نمیتونست اینجا بمونه. ولی با ترجیح داد که بر نگرده. تو نسبت به این قضیه چی فکر میکنی؟ نه من دوست دارم هر لحظه انتظاری نکشم که برگردم بیرم. جدی میگم. خانوادت رو دوست داری؟ نه. وطن تو؟ وطنم رو دوست دارم. چون توی ایران هم خوب بوده هم بد. باید بدیش بسازیم تا خوبش رو به دست بیاریم. خب تو یه دختر 22 ساله هستی اینطوری فکر میکنی؟ یه دختر 27 ساله ترجیح میده بمونه بر نگرده. برای من این اختلافات جالبه. اکثرا به خاطر این آزادی هایی که توی ایران نیست میخوام بمونم. یعنی آزادی های فردی؟ بله. که خیلی احمقانه در ایران جلوش گرفته شده. مثلا آستین کوتاه نمیتونه رابرین، دختر نمیتونه مانیکور داشته باشه. تا یه حدیش هم برای ماها درست نیست. واسه شخص من درست نیست. واسه یه شخصی که بخواد درست زندگی کنه. جدا میگم یه شخصی که مسلمونه به مذهبش اعتقاد داره بخواد درست زندگی کنه روشش تا یه حدی درسته. ولی واسه من که میخوام بی‌بندوبار باشم درست نیست. این مسئله که تو ایران رواست. نه. تو چرا مجبوری اونجا الان در اون چارچوب خیلی بسته زندگی کنی؟ یعنی واقعا نتونی آزادانه برای خود بری گردش؟ من همه چیزی تو ایران آزاد بود. همه چیزم. تفریم آزاد بوده. دوست با دوستام آزاد بودم. بیرون رفتنم آزاد بوده. خوابیدنم آزاد. همه کارم آزاد بوده. فقط یکی دو مورد من به ایداد برخوردم به خاطر حفظ حجاب با این پاسدارا درگیر ایجاد کردم. اونم یکی دو مورد. یکی دو مورد. من میگم آدم درستی نیستم. ولی خب ایران هم بودم اهل سیگار و مشروب نبودم. اینجا هم اصرارم میکنن به اون رو نمیارم. اگه بخوام آدم هرزه‌ای هم باشم سنگین باید باشم. انگوش نمای مردم نباید باشم. یعنی تو خودم باشم. کاری که انجام میدم توی خودم باشه. کسی ندونه این کاری که من دارم انجام میدم. فکر میکنی چون فقط به خودت هم مربوطه؟ به خودم هم مربوطه. خب در یک جایی به خودت مربوط نمیشه، دیگران روش تاثیر میذارن. به هر حال من از این که من انگشت نمای مردم بشم بدم میاد. دوست دارم سنگین باشم. اگه هر کاری هم میکنم سنگین باشم. یه فرد با شخصیت رو حساب کنم در هر مورد. صحبت کردنم، عملم، رفتارم، بیرون رفتنم جوری نکنم. چون من هر زم یه جوری بگردم که اگه بخوام بیام تو خیابون همه دیگه نگاه کنم. نه. تو از اینی که یه زنی مثل تو، یه دختر جوانی مثل تو برای گذراندن زندگیش چند دقیقه یا چند ساعت از وقتش رو به مرتا بده و بابتش پول بگیره چه احساسی داری؟ من شخصا احساس بدی دارم ولی خب مجبوریم. منم اگر این کار میکنم شخص من به خاطر اینکه دنیا داری با پول میچرخه. پای اول خوشبختی و بدبختی پوله. تا پول به دست نیاری هیچ به دست نیاوردی. آرزو به دست نیاوردی، دوستو به دست نیاوردی، پدرمادر به دست نیاوردی. با پولی که منم تو یه حدی که تو ایران بودم درک کردم باید انقدر پول به دست بیارم که مادر باهام مهربون باشه. جدی میگم این مثلا پدر باهام مهربون باشه، فامیل تحویلم بگیره. در ایران که بودی تا چند سالگی خودت رو خیلی راحت و پاک احساس میکردی؟ تا زمان 18 سالگی که من ازدواج نکرده بودم. ازدواج کردم یک مدت از ازدواجم افتادم توی مسئله. چرا؟ چون من اون شخص رو دوست نداشتم. فکر میکردم اگه ازدواج کنم از محیط خانواده یه مقدار راحت ترم، دیگه اذیت نمیشم. خب منم مجبور شدم رو بیارم به مردم. وقتی رو بیاری به مردم باید برید حالت فساد تا پول جمع کنی. چطور رو آوردی به مردم؟ در اینی که شوهر داشتی رو آوردی به مردم؟ آره در اینی که شوهر داشتم. شوهرت میدونست؟ شوهرم میدونست بر. تا یه حدیش میدونست. میدونست که من یه دوست پسر دارم مثلا. تحت فشار خانواده؟ نه اینکه میگن بیایم اروپا اروپا باید اول میگن فساد مشروبه. پدری که مشروب بخوره به دختر خودشم رحم نمیکنه. من مسائلم اینجوری بود که مثلا سر مشروب خوری پدرم مجبور شدم دست به ازدواج بزنم. ازدواج با هر کس. یعنی مشروب خوری پدرت؟ مشروب خوری پدرم. در حالی که مثلا الان تو محیط بسته ای مدرن زندگی میکنیم محدودیم راجع به اینکه مشروب بخوریم. یه قدری برای من بشکاف قضیه رو. میخوام ببینم مشروب خوردن پدرت چه ربطی به بیرون اومدن از منزل خب وقتی پدر. مشروب شما مشروب بخورید بدید از اون حالت اصلی خارج بشید دست به همه کار میزنید. یعنی پدرت مایل بود دست به هر کاری بزنه با تو؟ نه واسه من سخت. چقدر تو تحصیل کردی؟
تا اول راهنمایی. تو اول راهنمایی. راهنمایی. بعد ول کردی درس؟ ول نکردم، ولم کردن. چطوری ول کردن؟ نذاشتن ادامه تحصیل بدم. نذاشتن. نذاشتن. یعنی نذاشتن که با صحبتشون یک کاری کردن که من از درس خوندن معاف شدم. یعنی باز برمیگرده به مسائل خانوادگی. بازم برمیگرده به مسائل خانوادگی. آها. خب این خیلی جالبه. تو این 8 سالی که ایران بعضش تغییر پیدا کرده، تو در همین 8 سال مدرسه رو ترک کردی، درسته؟ بله. داره. و اینطوری که ما میشنویم مشروب خوردن بیشتر شده، ولی نه در ملای عام، در منزل. بله، خودکفایی شده. اصلا من دارن آبجو رو توی خونه ها درست میکنن، شرابو توی خونه ها دارن درست میکنن. الان اگر زمان تا حدود 50% بود، الان شده 98%. 99%، 1% مردم نمیخورن، جدا میگن. باقی همه تو منزل میخورن. دارن میخورن. فکر میکنی چند درصد از مردم ممکنه مثل پدر تو موقعی که مشروب میخورند یک چنین احساساتی بهشون دست بده، یه همچین افکاری بهشون دست بده، یه همچین کارهایی بکنه؟ خیلی کم. من قبول دارم خیلی کم. ولی خب شاید هم اینو شنیده باشید که پدر توالت مسی به دخترش تجاوز کرده، پسر به مادر تجاوز کرده، برادر به خواهر تجاوز کرده. اگه این مسئله شنیده باشید. بعضی موقع هم زمان تاخوت روزنامه ها می نوشتن. حالا چی؟ حالا نمی نویسن؟ نه، همچین چیزایی تا الان اتفاق نیفتاده. باید از زمان جمهوری اسلامی. خب آیا فقط همین تجاوزه، یعنی اون فشار و بار تجاوز یک پدر به دختره، یا اینکه اون احساساتی است که یک فرزند به پدرش داره و میخواد اونو حفظ کنه؟ کدوم یکی اینا بیشتر تو رو زجر میده؟ اینو درست متوجه نشدم. حواسم جای دیگه. میخوام ببینم اون چیزی که تو رو زجر داده، ناراحتت کرده، فقط این مشروب خواری پدرت بوده، یا اینکه تو دلت میخواست که رابطت سالم بمونه با پدرت به عنوان یک فرزند با پدر؟ من مشروب مقصر ندارم. این انسان‌هاست که آدمو انسان‌ان که آدم بدن چی میگن تو فکر می‌کنی احساسش غریزیه؟ میگم آدم های بد زیادن، ولی خب من نمیدونم شخص پدر من کلن چه. فقط اینو میدونم چون مادرم بهش خیانت کرده تو دوران ازدواجش. دوران ازدواج پدر و مادرش مادر من بهش خیانت کرده دیگه، به هیچ زن و دختری رحم نمی کنه. بازم میگم شاید اگر مشروب نمیخورد این رفتار رو من نداشت. به من میگفت نباید به دختر و زن رحم کرد، چون زن موجود ناشناخته است، خدا به ذات زن انگوش تمام مونده. بعد من نمیرسم این حرفش یه روزی هم برای من بخواد انجام میشه. مادرت چه نوع رفتاری داشت؟ میگم تو دوران ازدواجش با عموی عاشق عموی من شده بود. خب عشق حسابی جده بعد عشق بازیشو من الان یادم میاد که اسمش میتونم بزنم. عشق بازیشو من دیده بودم کلاس اول دوم ابتدایی. شادی عشقبازی های مادرت بودی، بعد روی تو تاثیر بد میذاشت؟ الان که میفهمم، از اون زمان که فهمیدم آدم دیگه نمیتونم تحملش کنم. یعنی حس میکنم دوست دارم ببینمشون، دلم واسه شون تنگ شده، ولی در روشون که قرار میگیرم به خاطر گذشته شون نمیتونم باشون باشم. یعنی نمیتونم تحملشون کنم. در حدود 70-80 هزار تومان اومدم استانبول فقط واسه دیدن. ساعتی هم که رسیدم استانبول، یعنی از رفتم فرودگاه مهرآباد واسه همین واسه تفریح، گفتم دیدم بلیط تبریز به دست نمیتونم بیارم، جزو رزرفیا شدم. ساعت 3:30 پرواز داشت، اسمم جزو رزرفیا نوشتم 3:30 من پرواز کردم. ساعت 4:30-5 رسیدم تبریز. بعد رفتم ترمینال سوال کردم واسه بازرگان اتوبوس هست یا نه، گفت واسه فردا و پس فردا نیست. منم پول ایرانی کم داشتم چون می‌خواستم برگردم اینور، پول ایرانی کم داشتم. گفتم اگه می‌خوام برم هتل و خرج خورده خوراکم بکنم زیاده. با ماشین شخصی چیزی در حدود 2000 خورده ای دادم، اومدم مرز بازرگان که البته دو سه مرتبه هم کمیته یا اذیتم کردن. مثلا من 3 ساعت علافم کردن. چرا؟ چی میگفتن؟ واسه چی داری میدی؟ به خاطر چی داری؟ منم یه سری مسائل دروغ آوردم واسهشون بلند کردن. وقت راننده من معلم بود، کارشناسای گرایی گذاشت، چون به هر حال اونجور آدم ها میزنن آدم ها کیف و پول مولو بندن. من تو مرز رسون مرزم اومدم این ور، بعد چون اتوبوس در مرز نبود من رفتم دهات اطراف مرز یه شب خوابیدم. بعد صبح ساعت 6 حرکت کردم، صبح فرداش ساعت 9 رسیدم اینجا.
داشتم گریه میکردم، جدن داشتم گریه میکردم. یعنی محیط اینجوری دیده بودم، آدم ها شدیده بودم، وزش شدیده بودم، چجوری هم زازار گریه میکردم. یعنی اگه من میدیدیم فکر میکردی بابا مرده، من دارم نشستم. چجوری بودن؟ چه چیزی عامل گریه تو بود؟ اولا توی اتوبوس راننده عزیزم میکرد، اون یکی ها هیچی نمیکردن، یه مسئله میخندیدم. منم با این جور مسئله آشنایی نداشتم، خوشم هم نمیمد. اگه خوشم میمد شاید اصلا اون شوخیاش من نایده میگرفتم. از اون شخص خوشم نمیمد که با من شوخی کنه. اومدم اینجا به پلیس میگفتم، پلیس هم میخندید. پس اینجا چی جرمه؟ هیچی اینجا جرم نیست، فقط پاسپورت نداشتید موقع آخر شب داره قدم میزنید جرمه. دزدی بکنی به پلیس پول بدی، میگه من نایده اصلا دزدی کرده. بکشی آدم اون صرف مورد بدی، اصلا من نایدم همچین قصدی. این هیچ. بازم ایران که ما میگیم انقدر بده، حداقل 3-4 مورد جرمه تو ایران. بعد همون ساعتی که رسیده بودم، در ساعت 10 بود، رفتم ترمینال، یه اتوبوسی داشت حرکت میکرد به سمت ایران. گفتم آها، من هر چی عرض دادم میدم به شما، من وسیله اتوبوس بشینم و برم. گفت نه، بمون اونجا حداقل 2-3 روز. شاید من میگم اگه بخوام سرگرم بشم با موزیک و بعد جای دیدنی شهر، شاید یکم آرامش بشم. که تو یادی هم شد. زیاد خوشم نمیاد از این محیط. حالا من یه سوال خیلی دقیق تر دارم از یه دختر 22 ساله مثل تو. چه احساسی به دست میده اگر در حین روز با 2 یا 3 مرد غریبه سر و کار داشته باشی، خودت رو برای یک دقایقی در اختیارشون بذاری، بابتش پول بگیری؟ آیا نسبت به خودت یک قدری غریبه میشی یا نمیشی؟ خیلی احساس شرم میکنم. اگه به خودم میخوام فکر کنم، میشتم که شبها گریه میکنم. یعنی از اینکه هستم بدم میمده. شاید یه خانم خراب بگه من خوب، حداقل این اخلاقم خوبه، این روشم خوبه، غرور داشته باشه، من نه. یه حالتی هم بهم دست داده که اگه بخواد یه لحظه بعد واسم چی پیش بیاد، حتی مرگ ازش استقبال میکنم. یعنی جا نمیخورم. تو یه حالتی هم کرد چی میخواد واسم بشه بشه، ترس ندارم. بازم از این راهی که من دارم پول در میارم با آدم های بدبخت خیلی رسیدم. من شده من روزی 5 تومن کار کردم، 5000 تومن به پول ایرانی کار کردم، اومدم رفتم بیرون بستنی بخورم. بعد یه خانمی بود بچهش داشت گدایی میکرده، یا من احساس کردم من یه زمانی مادرم این بود، من چی کار میکردم؟ بعدش هم 5 تومن دادم به خودش که هیچ کسی این کار نمی کنه. همه پولی که در روز در آورد دادی دادی بودن به من راهنمایی کردن برو 30000 تومن خرج بکن، حداقل سینه ها تو عمل کن، بذار یه مقدار کوچیک‌تر بشه و فلان. دو دوران این بیبنده بودی سینه ها بزرگ کشنی، اصلا طبیعت هم اینجوری بود که مثلا کلا خرج نکردم. یه مقدار این آرایش که بعضی من میبینی ساده، و باستم هم اگه بیایی ایران ببینید ساده، به خودم زیاد نمیرسم. فقط هم پول، فقط این پولم به خاطر این دارم جمع میکنم در آینده هم سرپناه خوبی داشته باشم، چون بیشتر نمیتونی تو این کار باشی، از بین میری. تو چه زمانی میتونی قشنگ باشی؟ تو چه زمانی میتونی مرد تو رو بپسندن؟ زیاد از حد هم آدم رو میکشه، بمیری بهتره. تو یه مدتی که من میتونم راهم واقعا راحت زندگی کنم، یه سرپناهی داشته باشم، بتونم بخورم، کسی عزیزم نکنه، تو مدت جمع کنم، یکم با پول بتونم انتقام گذشته‌امو بگیرم. چه جوری؟ به همه نشون بدم، بگم واسه خودمم هم میتونم با پول بگم همه کار واسه هم بکنن، شما واسه هم نکنید. من احتیاج به یه محبت کوچیک داشتم، در ازای محبت کوچیک من میتونم دنیا رو، حداقل چیزایی که از شما ها نمیتونید بخرید من بتونم به دست بیارم، چیزایی که شما نمیتونید به دست بیارید من بتونم به دست بیارم. همانطور که قبلا اشاره کردم، بهتر است که نوجوانان را از مقابل تلویزیون دور کنید، چون در این مرحله با واقعیت تلخی آشنا می شوید، واقعیت تلخی که گوشه ای از معضلات پناه آوردن یک دختر جوان ایرانی به کشور خارج است. دلم می خواد بدونم تو برمیگردی ایران چی کار میکنی؟ برمیگردم ایران کاش که کاری میکردم، پاسپورت به هیچ ایرانی نمیداد از مملکت خارج بشه. یعنی ما فرهنگ نداریم که از اینجا از مملکت خودمون خارج بشیم چه جور آدمی باشیم، چه جور شخصی باشیم. پس تو اون در بند بودن ایران رو قبول داری؟ خیلی.
همه کارم میتونم بکنم. میگم من آزادم، همه کارم کردم. از همه کار منظورت بیشتر اتفاقا من بیشتر میتونم توی ایران از لحاظ فساد بیشتر کار کنم تا استانبول. میتونی بیشتر پول در بیاری؟ آره، چون سکس ایرانی خیلی ملایم، جدا خیلی ملایم، و در ازای سکس چون محیطش کمه میخوان همه کار کنن، پول بیشتری بدن که فقط سکس انجام بدن. وقت سکسش هم خیلی ملایمی، دو دقیقه خیلی معذرت میخوام، طول نمیکشه تموم شه، هم پول بیشتری به دست آوردی هم اذیت نشدی. خب ترکیه یه مقدار شاید اذیت نکنن از لحاظ سکس، اما جایی بالاتری که بدی میکشن تا بهت پول بدن از لحاظ سکس، همه کار میکنن باهات، شیده یه تنیده میکشن تا یه پول بدن. درست است که این دختر جوان حرفش خودفروشی است، ولی اگر کشورش به این مصیبت تندخویی بیرحمانه مذهبی دچار نشده بود و قوانینی بر او حاکم نمی‌شد که اگر یک بار در زندگی لغزشی داشته بخشیده شود و باز بتواند به دامان خانواده و جامعه برگردد، بدون شک سرنوشت او چنین نمی‌شد. در فرصتی دیگر باز ما پای صحبت شهره و نپیوستن او به کوچ کنندگان ایرانی خواهیم نشست. میگم آقایی که 23 سالشه زود میده خدمتش انجام میده، میده تو اداره گذرنامه، آقا پاسپورت استانبول، هیچی نداره ها، یعنی اکثرا این پاسپورت رو نگاه کنی خروجی نزدن، یک ریال خروجی نزدن، اومدن استانبول. چیکار میکنی؟ برنمیگردن میرم. با چی میخوای زندگی کنی؟ حداقل منطقی باش، با چی میخوای اینجا زندگی کنی؟ تو که یه مردی نمیتونی که بری خود فروشی کنی، دزدی کنی میگیرنه، میخوای چی کار کنی؟ ما میدانیم که 4 میلیون ایرانی خارج از کشور بدون شک آینده ساز ایران خواهند بود. حالا اگر میخواهید این خواهر فریب خورده را از کوچ کنندگان و تلاش 100 سال ملت ایران پرانتز بگیرید، ولی بدون شک زنان ایرانی در آینده کشور ما نقشه با اهمیتی خواهند داشت. 4 میلیون مهاجر ایرانی. ایران ایران. دوم ریاضی ول کردم الان چه پناهنده شدم. این کاری رو که کردم نامشو فرار گذاشت. کوچ بزرگ ایرانیان. پس من یه موجود بیخانه هستم. آقای گنجی من نمیدونم چقدر جنایت کردی. ذوق نزن که بچت اوکی اوکی بزن. من الانم در شرایط ترور زندگی میکنم. همون روز من استعفا دادم. از اون جهنم حکومت اسلامی نجات بده. بعد از این طلبه ها بعد از انقلاب اعدام شدن. منو توی گونی بکنن آویزون کنن با کاپ بزنن. هیچ وقت کشور بیگانه وطن آدم نمیشه. از هر 4 نفر آواره یکیش ایرانی است. این 4 میلیون آینده ساز ایران خواهند شد. بگذارید امروز که روز جهانی زن است یک بار دیگر بنشینیم پای صحبت خانم دکتر نیره توحیدی، جامعه شناس و استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، و به آخرین قسمت سخنان ایشان توجه کنیم. دانش تحولاتی که در نگاه مردم به زن و مرد، به نقش‌های جنسی و اصولا به مسئله جنسیت و به مسئله سکشوالیته، اون ارزش‌هایی که یا استانداردهای اخلاقی که در جامعه سنتی ما، در جامعه پدرسالار که بدن زن رو در کنترل مرد قرار میده و زن رو تقلیل میده صرفاً به سکس و جنسیتش، اون از هم پاشیده، اون چالش شده، تغییر پیدا کرده. به همین دلیل میبینید که امروزه مبنای بسیاری از ازدواج ها عشق هست و تناسب هست دیگه، این تناسب بین خصوصیات و روحیات زن و مرد، نه تصمیم خانواده و ملاحظات صرفا اقتصادی قومی و فامیلی. و دیگه اینکه سن ازدواج هم خیلی تغییر کرده، یعنی من وقتی راجع به خانواده صحبت میکردم فراموش کردم بگم که باز یکی از عوامل مهم فردیت و رشد آزادی خواهی و دموکراسی در ایران اینه که سن ازدواج از مثلا 13 سال
امروز به طور متوسط به 23 سال برای زنان و 27 سال برای مردان رسیده و باز این علارغم قانون واپسگرایی که بعد از انقلاب از طرف دولت تصویب شد. میدونید که سن حداقل سن ازدواج قبل از انقلاب 18 سال بود برای دختر و پسر. بلافاصله بعد از انقلاب اومدند این آقایان سن حداقل سن ازدواج رو به سن بلوغ تقلیل دادند، اونم بلوغی که در دوره جامعه مثلا شبه جزیره عربستان برای 9 سال برای دخترها بود و 13 سال برای پسرها. یعنی ما رو برگردوندن از لحاظ سن ازدواج به دوره رضاشاه. دوره رضاشاه هم 13 سال بود و حتی لاقل 13 سال بود حداقل. اینا حتی عقبتر از اون رفتن برحال. اما عملا اون چی که در جامعه انجام میشه اینه که ازدواج ها خیلی مبانی و ارزش ها و معیارهای ازدواج روی حق انتخاب زن و مرد شده و با سن بالاتر در نتیجه وقتی سنتون بالاتره بهتر میتونین تصمیمات بگیرین در زندگی خانوادگی، کی بچه داشتین، بچه رو چجور تربیت کنین و غیره. بنابراین من میخوام بگم که از همه اینها این نتیجه رو بگیرم که جامعه ما به طرف یک جامعه مدرن و دموکراتیک با احترام به آزادی های فردی خیلی نزدیکتر شده. خانم تولدی، پس یک نتیجه دیگه که میگیریم این 30 سالی که ما پشت سر گذاشتیم در نهایت اختناق که حاکم بر کشور خود یک عاملی شده برای رشد دموکراسی و دموکراتیک بودن. به طور پارادوکسیکال میشه گفت هم بله هم خیر. در بعضی زمینه ها بله. مثلا اگر رژیم پهلوی ادامه پیدا میکرد فکر میکنید طی این 30 سال چه تفاوتی با امروز داشت؟ در یه زمینه های حتما ما به یه سری رشدمون ادامه میدادیم، حتما دانشگاه ها گسترش پیدا میکرد، حتما سواد آموزی گسترش پیدا میکرد، حتما میزان اشتغال زنان گسترش پیدا میکرد. ولی از اونجا که سیستم خیلی پدرسالار بود در دوران سلطنت پهلوی و ما یک شاه پدر داشتیم که خود نهاد به اصطلاح مونارکی و سلطنت و اصولا خانواده سلطنتی مناسبات و ارزش‌های پدرسالار رو هی باز تولید می‌کرد و جامعه مثل فرزندانی بود که همیشه باید یه پدری براش تصمیم بگیره. اگرچه متاسفانه ولی فقیه امروز در واقع به شکلی مثل یک سلطان، منتها این بار با عمامه به جای تاج، سعی کرد که بیاد بگه من حالا پدر همه جامعه هستم، من میخوام ناموس خانواده ها رو حفظ کنم، من میخوام زنان اینجور بپوشن و اون کار بکنن و نذاشت اون دینامیسم و پویایی رو که انقلاب ایجاد کرد به اون سرعتی که باید جلو بره. یعنی میتونست اگر انقلاب ما به طرف یک حکومت دموکراتیک رفته بود اونطور که خواست مردم بود، مسلماً ما خیلی بیشتر پیشرفت کرده بودیم، به خصوص در زمینه‌های اقتصادی. یعنی طبقه متوسط ما خیلی قوی‌تر از امروز می‌شد. ما امروز هنوز مناسبات سنتی و مناسبات بازار، چون صنایع ما متأسفانه رشد لازم رو نکرده، اقتصاد ما خیلی درجا زده. ما اگه خودمون رو با حتی ترکیه که نفتم نداره مقایسه کنیم، با کره مقایسه کنیم، با ژاپن مقایسه کنیم که میتونیم مقایسه کنیم از لحاظ میزان منابع طبیعی که داریم و فرهنگ و تمدنی که داریم، ما میبایستی خیلی بیش از این پیشرفت میکردیم. متاسفانه با اینکه انقلاب میتونست به صورت جهشی ما رو در خیلی زمینه ها به پیشرفت های جهشی برسونه، ولی خیلی به اصطلاح زیگزال ایجاد کرد. یعنی ما گاهی دو قدم جلو رفتیم یه قدم عقب، گاهی یه قدم جلو دو قدم عقب در زمینه های مختلف. این زیگزاگ رو من در مراحل مختلف میتونم اینطور ببینم، مثل هجده تیر اگر خاطرتون باشه که قشر وسیع از دانشجویان در دانشگاه برای 3 روز رو پای خودشون ایستادن و تلاش کردن برای به دست آوردن حق و حقوق خودشون، اکنون پس از چند سال دوباره در آشورا این تکرار شد. بله. ولی این بار
مردم هم یاری دادن به دانشجوان. شما با در نظر گرفتن این روندی که طی این چند سال بوده و گذشت 30 سال جمهوری اسلامی و گذشت 100 سالی که من سوال کردم از جناب عالی، بفرمایید که آینده رو چگونه ارزیابی میکنید؟ من با آینده ایران در کوتاه مدت خیلی خوشبین نیستم، خیلی نگرانم، نگران خونریزی های بیشتر، نگران حتی سلطه احتمالی چند سال نظامیان و یک حکومتی شبیه ضیاءالحق در پاکستان، یعنی نظامیانی که به اسم اسلام در واقع اولیگارشی نظامی رو در جامعه، حتی نه روحانیت رو، چون اکثر روحانیت امروز به نظر من میاد که یا ساکتند، کنار کشیدن، یا دارن اعتراض میکنن. شما توهینا و حملاتی رو که این حکومت به اصطلاح اسلامی به روحانیت کرده در هیچ حکومتی در قبل ندیده بودید، و بخش کوچکی از روحانیت هست که امروز داره به صورت همه جانبه از این قدرت و از این حکومت دفاع میکنه و در قدرت سهیمه. الان بیشتر به نظر میاد که سپاه و نظامی های به اصطلاح سپاه انقلاب قدرت رو به دست گرفته و بخشی از ثروتمندان تازه به دوران رسیده. دانش من برای در کوتاه مدت خیلی نگرانم، ولی در میان مدت، حتی نه تنها در طولانی مدت، در میان مدت خیلی به آینده ایران خوشبینم. فکر میکنم در تمام منطقه خاورمیانه، به خصوص با توجه به این جنبش سبزی که در حال شکل گیری و رشد هست، ایران دوباره پرچمدار دموکراسی خواهد شد و عملا هم شده و خواهد توانست با توجه به گفتم تحولات عمیقی که در بدنه جامعه به وجود اومده، خواهد تونست به یه جامعه نرمال، متعادل، متعارف و حرکت به سوی دموکراسی تحول پیدا کنه. متاسفانه این پروسه و رسیدن به اون به نظر میاد خونین خواهد بود. ما همه آرزو داشتیم که این روند به صورت مسالمت‌آمیز و طی یک تحولاتی شبیه اونچه که در شوروی سابق پیش اومد صورت بگیره، اما به نظر میاد حاکمان کنونی خیلی پابند قدرتشون هستن و حاضر همه کار بکنن برای حفظ قدرتشون. امیدوارم من اشتباه میکنم، امیدوارم بتونه جامعه با کمترین خونریزی و با سرعت بیشتری به این مرحله برسه. با سپاس فراوان از شما. خیلی ممنون. باز هم به شما امروز بدرود میگویم و تا هفته آینده شما را به خودتان میسپارم. در ضمن دو تن از بینندگان ما، از بینندگان برنامه هفته گذشته، پرسیده بودند که چرا ما را به خدا نمیسپارید. پاسخش بسیار ساده است: چون شما را به خدا سپردند، در نتیجه حکومت جمهوری اسلامی نصیبتان شد. مطمئنم که خود شما سرنوشتتان را بهتر رقم خواهید زد. با ما باشید تا هفته آینده. در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می‌کنیم شب را و روز را، هنوز را.